به مجموعه خبری ساعت 10 خوش آمدید. سرخط خبرها: صف آرایی تازه طالبان برای آغاز گفتگوهای میان افغانان. رهبری طالبان به تازگی عبدالحکیم حقانی قاضی القضات این گروه را رئیس هیئت گفتگو کننده طالبان در قطر گماشته است. لکه دیر شملا دید ما سره په مدرسه کې اچېدلی دي. په افغانیه مدرسه کې اکوړه خټک دي، زودی سره اچېدلی دي، دوه کال ډېر ښه عالم دي. پایان تعطیلات تابستانی و برگشت به کار قانونگذاری. مجلس سنا پس از یک ماه و 15 روز کارش را دوباره آغاز کرد. یک سلسله انتخابی، یک سلسله انتصابی. خطوط سرخ شهروندان در چانه زنی های حکومت طالبان. باشندگان ننگرهار خواهان حفظ حقوق و دستاوردهای زنان در روند صلح هستند. زمان پیغام دوار طرفین تا داده باید صلح وکی او صلح که خیر ده. و گشایش مکتب ها در ایران در سایه نگرانی ها از ویروس کرونا. به نام خدا و شب شما بخیر. رهبری طالبان به تازگی عبدالحکیم حقانی قاضی القضات این گروه را رئیس هیئت گفتگو کننده طالبان در قطر گماشته است و عباس استانگزی رئیس پیشین این هیئت اکنون معاون مولوی حکیم است. منابع نزدیک به طالبان میگویند که مهمترین فتواهای این گروه از سوی مولوی عبدالحکیم صادر می شوند و این مقام طالبان با صلاحیت کامل در میز گفتگوها در برابر هیئت جمهوری اسلامی افغانستان چانه‌زنی خواهد کرد. مولوی عبدالحکیم که برای بسیاری از مقامهای بلندپایه طالبان جایگاه استاد را دارد و باور منابع در طالبان یکی از افراد نزدیک و ملا منصور رهبر پیشین گروه طالبان بود و حتی پس از کشته شدن ملا منصور این احتمال وجود داشت که وی همچون رهبر گروه طالبان برگزیده شود. شریف امیری با جزئیات بیشتر. قاضی عبدالحکیم که سالها بدین سو دستورها و فتواهای به طالبان به ویژه در بخش جنگ صادر کرده است، اکنون رهبری هیئت صلح این گروه را بر عهده گرفته است. مولوی عبدالحکیم با صلاحیت کامل از هیئت 21 نفری نمایندگی می کند که 13 عضو آن اعضای شورای رهبری طالبان است. امریکا همواره انتقاد میکرد که هیئت سیاسی طالبان در دوحه صلاحیت کامل ندارد و در هر موضوع باید راهنمایی های از رهبریشان بگیرند که سبب تاخیر این روند میشد. اما اکنون با این تغییرات 65% اعضای این هیئت عضو شورای رهبری طالبان نیز هستند. په قوم باندې ساګزی دی او د تلوکان دی په طرف کې د پنجوایي مربوط تلوکانو مشان دغه منطقه دغه علاقه دی اکثره په طالبانو کې ډېر خلک شدید د شاګردان دي. رهبری طالبان عباس استانگزی را همچون معاون هیئت گفتگو کننده طالبان و محمد نعیم وردک را به حیث سخنگوی این هیئت گماشته است. منابع نزدیک به طالبان میگوید که مولوی عبدالحکیم در کنار این که جایگاه استاد را به طالبان دارد، یکی از رهبران برجسته این گروه است که گفته می شود با ملا اختر منصور رهبر بیشین این گروه رابطه های تنگاتنگ داشت. دغسی و چوک چه آقا په مذهبي لحاظ باندې په طالبانو کې لوړترینه مرجع بلل کېږي، هغه د مذاکراتي ټیم راسته راځي. معنا دا چې طالبان به بیا دې ته ضرورت ونه لري چې په ځینو مسایلو باندې په ځینو مواردو باندې دوباره کینی او خبرې پرې وکړي او د مسله اوږده شي. حتی برخی از منابع نزدیک به طالبان میگویند که این احتمال وجود داشت که وی پس از کشته شدن آقای منصور همچون رهبر گروه طالبان برگزیده شود. اما چگونگی بیرون شدن نیروهای امریکایی از افغانستان هنوز هم حتی برای برخی از سیاستگران امریکایی نیز حل ناشده باقی مانده است. پرسش اصلی این است که آیا امریکا در افغانستان دخیل بماند و یا نماند. این خطرناک است که هم تو دهه 90 در افغانستان حضور نداشت و این یک اشتباه واقعی خواهد بود.
اما منابع نزدیک به طالبان به این باور هستند که با تغییراتی که در رهبری هیئت گفتگو کننده این گروه به میان آمده است، اعضای این هیئت به جز از موارد استثنایی نیاز نخواهند داشت که در انتظار مشوره های رهبریشان بمانند، کاری که از زمان گیر شدن گفتگوها خواهد کاست. در همین حال زمان دقیق سفر هیئت گفتگو کننده جمهوری اسلامی افغانستان با طالبان به قطر همچنان ناروشن است. وزارت دولت در امور صلح میگوید که به علت آماده نبودن قطر و نیز برخی مشکلات فنی در قطر، سفر هیئت گفتگو کننده به دوحه بار دیگر به تأخیر افتاد. اما منابع برخی مشکلات در هیئت مذاکره کننده طالبان و چگونگی انتقال 6 زندانی جنجال برانگیز این گروه را به قطر علتهای اصلی تأخیر در آغاز گفتگوهای میان افغانان می دانند. در همین حال وزارت خارجه امریکا از سفر زلمه خلیلزاد به قطر خبر داده است. انیسه شهید گزارش می دهد. رئیس پیشین امنیت ملی مشکلات در درون طالبان پس از سفرشان به پاکستان و مشکلات در ارگ و سپیدار پس از معرفی اعضای شورای عالی مصالحه ملی را از موانع اصلی در آغاز گفتگوهای صلح می‌داند. لیستی که بیرون شده بیشتر دیده میشه که تلاش شده که مختلفات داخلی حل شود تا اینا بتانن از یک موقف قوی‌تر در مبحث صلح و یا مذاکرات بین الافغانی وارد شوند. اما متاسفانه طرف تا بالا مو اجماع را نتانه که به میان آورده نتانسته، بلکه بیشتر باعث پراگندگی شده، و خصوصا بعد از اعلان شورای مصالحه و شیوه که اعلان شد. وزارت دولت در امور صلح میگوید که هیئت جمهوری اسلامی افغانستان در انتظار تکمیل شدن آمادگی ها برای آغاز گفتگوها میان افغانان در قطر است. بعض آمادگی ها و ترتیبات از جانب مقابل یا گروه طالبان هنوز تحت کار است و اونا بین خود بحث دارند که او آمادگی ها را تکمیل کنند، و همچنان شرکای بین المللی ما و کشور میزبان هم بعض ترتیبات و آمادگی های نیاز دارد که برای شروع مذاکرات داشته باشد. مرا بسیار یک ترس کلان گرفته و اویست که این دو طرف بین خود اقدر صحبتاشان دور باشه که روز چهارم پنجم امریکایی ها برشان وقت فیصله را نشته کرده باشند، مثل کنفرانس بنواره درویشان بانه بگوین امی فیصله تان است، برین تطبیقش کنین. منابع آگاه از روند گفتگوهای میان افغانان ظاهرا یکی دیگر از دلایل تأخیر در آغاز گفتگوها میان افغانان را چگونگی انتقال 6 زندانی جنجالی طالبان که درباره آنان ملاحظاتی وجود دارند گفتند. شپږو بندیانو د انتقال پروسه به نن تکمیل شي. د دوو تخنیکي ستونزو په تکمیلېدا سره به د روانې اونۍ په پای کې انشاءالله د بینالافغاني خبرو د مذاکراتو شاهدان اوسیږو په قطر دوحه کې. برخی از منابع آگاه از روند صلح میگویند که قرار است در مراسم آغاز گفتگوهای میان افغانان در دوحه عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی و وزیر خارجه امریکا نیز حضور یابند، اما واشنگتن تا کنون شرکت مایک پامپیو را در این مراسم تایید نکرده است. مجلس سنا پس از 1 ماه و 15 روز تعطیلات تابستانی کارش را دوباره آغاز کرد. این نهاد 102 عضو دارد، اما از آغاز حکومت وحدت ملی تا کنون کارش را با 68 تن ادامه می دهد. مجلس سنا از 3 بخش که 34 تن پس از انتخابات شوراهای ولایتی، 34 تن از شوراهای ولسوالی ها و 34 تن دیگر از سوی رئیس جمهور انتصاب می شوند تشکیل شده است. اما شماری از اعضای مجلس نمایندگان می گویند که حکومت برای این که بتواند بر کارهای شورای ملی اثرگذار باشد، سرنوشت راهیابی 34 عضو مجلس سنا را از آدرس شوراهای ولسوالی ها ناروشن نگه داشته است. مسعود انصار گزارش می دهد. پس از 45 روز تعطیلات تابستانی به مجلس سنا آمدند. شمار سناتورانی که در تصویر دیده می شوند کمتر از 30 تن هستند. اطلاع در رسخته ورزم پا خیر تیره کردی او در خپل و معاکلین و خپل و خلق و سرم و در دیدار و دید و بازدید مرحله پا خیر سره تیره شوی.
مجلس سنا در حکومت حامد کرزی رئیس جمهور پیشین 102 عضو داشت. اما هنگام که اشرف غنی به قدرت رسید، با گذشت 6 سال تا کنون به علت برگزار نشدن انتخابات شوراهای ولسوالی ها، سرنوشت 1/3 اعضای این مجلس که 34 تن می شوند ناروشن مانده است. عدم تکمیل نصاب اتهام مایی است که حکومت بحث استفاده جویی سو از این فرصت را میکنه و ما اینجا به مشکلات حقوقی زیادی رو برو میشیم. شماره از سناتوران میپذیرند که نبود 34 عضو مجلس سنا بر کارهای این نهاد اثرهای منفی گذاشته است. با گفته این قانونگذاران، حکومت نیز برای اینکه به اهدافش برسد نه انتخابات شوراهای ولسوالی ها را برگزار کرده است و نه 34 تن دیگر را همانند حکومت حامد کرزی رئیس جمهور پیشین از شوراهای ولایتی به مجلس سنا معرفی کرده است. یک سلسش انتخابی است، یک فعلا یک سلسش انتصابی است که خواهی نخواهی یک سلسش انتصابی که است همیشه باز روی برنامه هایی که حکومت پاپشاری میکنه اونا پاسخ مثبت میده. در این میان شماری از اعضای مجلس نمایندگان میگویند که کمبود در شماری اعضای مجلس سنا روند قانونگذاری را در شورای ملی به چالش کشیده است. در دولسی جرگه کارونه په چالش کې اچول دي، په دې کې شک نشته که وخت ډیر نیسي، بیا مشترک کمیسیونونه جوړیږي، بیا مشترک کمیسیون بیا هم موافقت نه رسیږي، بیا چې بیرته دولسی جرګې ته راځي چې هغه بیا تاییدیږي، بیا دوه ستونزه غواړي، هغه دوه ستونزه بیا اکثره وخت متاسفانه په دولسی جرګې کې نه پر کېږي، نصاب نه پر کېږي. ریاست جمهوری در این باره چیزی نمیگوید، اما رئیس مجلس سنا میگوید که کار مجلس سنا از لحاظ قانونی مشکلی ندارد و به گفته آقای مسلمیار در پایان نشست امروز اعضای مجلس به بیش از 40 تن رسید. باشندگان ننگرهار خواهان حفظ حقوق و دستاوردهای زنان در روند صلح هستند. گروهی از باشندگان ننگرهار به شمول زنان ننگرهاری در نشست در شهر جلال آباد میگویند صلح را نمیخواهند که در برابر آموزش دختران مانع ایجاد کند. به گفته آنان حفظ دستاوردهای نزدیک به 2 دهه گذشته به ویژه حقوق زنان باید خط سرخ در گفتگوهای صلح با طالبان باشند. خالد نیکزاد گزارش میدهد. در حالی که همگان انتظار آغاز گفتگوهای میان افغانان را میکشند، باشندگان ننگرهار در نشست خواهان حفظ حقوقشان در گفتگوهای صلح با طالبان شدند. آنان میگویند که افغانستان نباید به عقب برگردد و بار دیگر محدودیت ها بر آنان به ویژه زنان تحمیل شوند. مو غواړو چې اول وسله اول اوربندو کې بیا دغه نه بعد څول او کې ځکه سوله د هر افغان هر دی او ټول سول ته ضرورت لري. دغه متشکله برنامه وه او د ټولو غوښتنه همدا وه چې سوله هر څومره چې زر کېدلی شي باید تامین شي او هغه معقول لارو نه د کار واخیستل شي چې ښکیل اړخونو په تفاهم او پخلاینې ته رسیږي. یکی دیگر از خواستهای این باشندگان ننگرهاری پایان جنگ در کشور است. آنان میگویند که با ادامه جنگ مردمان بیشتر کشور کشته و زخمی میشوند و نیاز است تا در نخستین گام در گفتگوهای میان افغانان روی آتش بحث توافق شود. افغانستان و غریب هیواد دی نشی کولی چې دا دومره بدبختیانه و زغمی. نو زمونږ پیغام دواړو طرفینو ته دی چې باید صلح وکړي او صلح کې خیر دی. که وسم حال چې د صلح لپاره کوم مهم پوسټ افغان حکومت او طالبان ته په لاس ورغلی تر څو پورې دا له لاسه ورنه کړي او یو داسې صلح راشي چې تر څو پورې ټول افغان ولس پکې ځان آرام او سکون احساس کړي، نه داسې صلح چې تر څو پورې یو ځل بیا موږ د جګړې قربانیان شو او زموږ خویندې او میندې پکې بوري شي. اعضای هیئت گفتگو کننده جمهوری اسلامی افغانستان نیز گفتند که برقراری آتش بس از سوی طالبان خواست اصلی آنان در گفتگو با این گروه در دوحه خواهد بود. نویسنده کتاب توسعه سیاسی در افغانستان از آنچه موانع سد راه پیشرفت در کشور می‌داند نگرانی کرده است. فرامرز تمنا نویسنده این کتاب می‌گوید که جنگ و ناامنی‌ها، شکاف‌های شدید هویتی، سیاست‌های خارجی سلیقه‌ای و نیز بی‌برنامگی از عوامل بنیادی‌اند که افغانستان از رهگذر آن عقب مانده است. دیدگاه های خود به عنوان یک پژوهشگر سیاست خارجی و مسائل امنیتی با خوانندگان خود مطرح کردم
و هدف ما ای بوده تا یک روایت بومی از دانش و مسائل مرتبط با امنیت، صلح و سیاست خارجی ارائه بشود. در کتاب توزیع سیاسی در افغانستان صحبت از مصداق‌هایی شده که ما در افغانستان به صورت روزمره با او مواجه هستیم، تجربه میکنیم و با گوشت و پوست لمس میکنیم و ای در واقع تیوریزه شده و در قالب کتاب آمده. هنوز مطالب به عنوان یک راه ماندگار برای دستیابی به توسعه یافتگی نهادینه نشده است. باوریم که ما داریم در این مرکز و در واقع داریم سنگ بنایش میگذاریم، توسعه به عنوان یک مفهوم مدرن باید در افغانستان بومی بسازیم. تا لحظات دیگر، تلخکامی فعالیت‌های تفنگداران غیر قانونی زیر حاکمیت دولتی. ادامه خبرها. در حالی که از لوگر همواره گزارش‌های جنگ و ناامنی‌ها به گوش می‌رسند، گروهی از فرهنگیان و شاعران محلی احساساتشان را برای پایان جنگ و آمدن صلح در قالب شعر بیان کردند. آنان میگویند که مردمان کشور از جنگ خسته شدند و اکنون فرصت تاریخی برای حل بحران در کشور فراهم شده است. در تیراندازی مردان مسلح غیر قانونی در تخار یک تازه عروس جان باخت. اعضای خانواده‌ای در شهر طالقان ادعا دارند که سه مرد مسلح غیر قانونی وابسته به زورمندان محلی بر خانه آنان یورش بردند و با شلیک گلوله تازه عروس آنان را کشتند. نزدیکان این عروس جان باخته از حکومت عدالت می‌خواهند. تا لحظات دیگر، پروژه های نیمکاره و روند کند توسعه. باز هم خوش آمدید. کندی کار ساخت جاده ولسوالی شیوه ننگرهار چالش های بزرگی را به باشندگان پنج ولسوالی ننگرهار به وجود آورده است. شماری از باشندگان ناحیه هشتم شهر جلال آباد می گویند که کار ساخت این جاده 14 ماه پیش آغاز شده است و قرار بود که تا 6 ماه دیگر به بهره برداری سپرده شود. اما به گفته آنان تا کنون شرکت نتوانسته است که حتی نیمی از کار این پروژه را به پیش ببرد. با گذشت در حدود 2 سال از آغاز کارهای چند پروژه توسعه‌ای در چهارراه عبدالحق، هنوز هم این پروژه ها به بهره برداری سپردن نشدند. شماری از باشندگان شهر کابل میگویند که از بهر ازدهامی که پروژه های نیمکاره شهرداری در این منطقه به میان آورده است، روزانه ساعت ها در این چهارراه گیر میمانند. حیدرشاه امید گزارش میدهد. کوچکسازی چهارراه عبدالحق و بزرگسازی جاده های چهارسوی آن و ساخت پل نو مکروریان اول پروژه هایی بودند که در حدود 2 سال پیش برای کاهش ازدحام در این چهارراه روی دست گرفته شدند. اما از این میان تنها کار کوچکسازی چهارراه پایان یافته است. خانه ما در این نزدیک است که ما اصلا هیچ از چهارراهی نمیایم، به خاطر که اگر ما بخوایم بیایم هزینه زمانی بیشتر میپردازیم. از ساعت 6 صبح که جبیر بار است تا 8 شب مردم ها بسیار به تکلیف خاکباد. چهارراه عبدالحق یکی از راه های مهم پیوند بخش های گوناگون پایتخت و مرکز شهر است و شمار زیاد از باشندگان پایتخت ناگزیرند که همه روزه بیروبار و ازدحام این چهارراه را تحمل کنند. دیگر که میشه به در خانه یک رقم راه بندی است که طرف وزیر اکبر خان میری هیچ راه نیست، طرف شار بری هیچ راه نیست. هر روزی که ما حرکت میکنیم 2 ساعت ما تنها در این چهارراه تیر میشه، نه به کار خود رسیدگی میتونیم، نه کسی را سواری مند سواری میبریم در یک جایی که برسانیم، نه اونا میرسن. شهرداری کابل میگوید که از بهر تدابیر سخت گیرانه امنیتی، انتقال مواد لازم ساختمانی به این محل دشوار است و کار پروژه ها را نمیتواند به گونه عادی به پیش ببرد. این ساحه گرین زون است و
و همکاران ما در قسمت انتقال مواد اینجا با مشکل روبرو شدن و همچنان مشکلات صحی که موجودیت ویروس کرونا باعث شد تا کارها به کندی روبرو شود. شهرداری کابل می افزاید که پل نو مکرو ریان اول تا پایان سال روان میلادی به بهره برداری می رسد و اما کار ساخت جاده مسلخ سال آینده میلادی تمام خواهد شد. تا لحظات دیگر جنجال میان یک خبرنگار و رئیس جمهور امریکا سرخط رسانه ها. ادامه خبرها. با وجود نگرانی ها از ویروس کرونا در ایران، سال نو آموزشی در این کشور آغاز شد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید که 15 میلیون دانش آموز مکتب ها در ایران با تاخیر 7 ماه روند آموزش را آغاز خواهند کرد. ایران یکی از آسیب پذیرترین کشورها از ویروس کرونا در جهان شناخته می شود. جنجال میان رئیس جمهور ترامپ و یک خبرنگار امریکایی سرخط رسانه ها شده است. دونالد ترامپ با انتقاد از جفری گلدبرگ خبرنگار مجله اتلانتیک او را شخص زننده خوانده است. این سخنان پس از آن ابراز می شوند که آقای گلدبرگ گزارش داد رئیس جمهور ترامپ 2 سال پیش سربازان ارتش را بازنده و احمق توصیف کرده بود. و نگاه بر چگونگی هوای پایتخت و چند شهر دیگر کشور. کابل فردا آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 33 و پایینترین آن 13. پروان فردا آفتابی، بلندترین درجه حرارت 31 و پایینترین آن 16. بلخ فردا آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32 و پایینترین آن 17. ننگرهار فردا آفتابی، بلندترین درجه حرارت 23 و پایینترین آن 13. کندهار فردا آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36 و پایینترین آن 17. هرات فردا آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33 و پایینترین آن 12. کندز فردا آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33 و پایینترین آن 16. ممنون که با این مجموعه خبری بودید. شب بر همه شما خوش.